در هفته ای که صحبت از موج چهارم کرونا در کشور مطرح شده، نارامی ها و وضعیت امنیتی در مناطقی از سیستان و بلوچستان ادامه یافته. یکی از شناخته شده ترین خیریه ها با شکایت وزارت کشور لغو مجوز شده و وضعیت هزاران کودک و خانواده وابسته به آن نامشخص است. حضور یک هنرپیشه فیلم های پورن در یک موزیک ویدیوی پاپ که حتی هنوز منتشر هم نشده، بحث روز میلیون ها ایرانی در فضای مجازی است. چرا؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. همونطور که گفتم، بحث روز در فضای مجازی کلیپ ساسی مانکنه، اما وضعیت بلوچستان که بعد از شلیک به سوختبران در یکی از مناطق مرزی نزدیک به سراوان متشنج بود، کماکان امنیتی باقی مونده. در آغاز این برنامه با یکی از فعالان بلوچ درباره وضعیت فعلی در منطقه صحبت می‌کنیم. فرزین کتخدایی با ما است. خوش اومدید آقای کتخدایی به برنامه. ممکن هست که به ما از آخرین خبرهایی که شما تونستید و موفق شدید که بگیرید از دیگر فعالان بلوچ در منطقه بگید که چطور اوضاع؟ با عرض سلام خدمت شما و همچنین عرض تسلیت خدمت خانواده قربانیان، ببینید جو امنیتی هنوز حاکمه، اما اون شدتش یکمی کاسته شده، خصوصا موقعی که شب میشه و هوا تاریک میشه. اولوش ساعت 7 یا 7 و نیم شب ما شاهد گشتنی خودروهای پلیس در اکثر شهرهای بلوچستان هستیم که با تجمعات حتی 2 الی 3 نفره هم برخورد میکنند و اون نیروهایی که از سایر شهرستانا سایر استانا به بلوچستان لشکرکشی کرده بودن هنوز تو استان ساکن هستند. اینترنت هنوز هم با اختلال روبروه در بعضی از شهرها که وصل سرعتش هم بسیار پایینه. تا این لحظه به دلیل این موارد دست کم میتونیم کشته شدن 9 سوختبر و 2 معترض که یکی یه نوجوان 16 ساله بوده رو تایید کنیم، اما از تعداد بازداشت شدگان یا به تعبیری بهتر ناپدیدسازی های قهری اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما به تلاش شبانه روزی بچه های دوستان کمپین فالین بلوچ و مجموعه خبری تحلیلی رسانگ تا این لحظه تعداد 11 نفر از بازداشتی ها اعراض هویت شدند. اما اخبار موثقی مبنی بر دستگیری دست کم 12 نفر در روستای غفورآباد سراوان، 2 نفر در شهرستان دشتیاری، حداقل 6 نوجوان در شهرستان سیب و سوران و 3 نفر دیگر در ایران شهر اخبارش رسیده. اما بنابر به دلایلی که گفتم و همچنین تهدید و فشار نادای و ارگانهای امنیتی نظامی به خانواده مبنی بر عدم اطلاع رسانی و همچنین وسعت زیاد استان، تا این لحظه اینا اعراض هویت نشدند. منتهای مراتب تعداد دستگیری ها خیلی بالاست، باید یکم صبر کنیم تا اینترنت وضعیتش بهتر بشه تا بهتر بتوانیم زوایای این جنایت رو اوریان کنیم. امروز هم بعضی از بازداشت شدگان برای اخذ اعترافات اجباری به مراکز استان منتقل شدن. این آخرین اخباری است که ما داریم. شما گفتید ما همه میدونیم که قضیه از شلیک به سوختبران شروع شده. آیا از وضعیت خانواده ها، اینکه اونجا الان چه اتفاقی میفته، مطلع هستید؟ ببین، فشار بر روی خانواده ها بسیار بالاست. نهادهای امنیتی و نظامی کلا تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی خانواده که اطلاع رسانی نکنند. از یه طرف اینترنت رو کلن با اختلال روبرو کردن، یه طرف هم بیشترین فشار رو گذاشتن روی این خانواده های این بندگان خدا. از طرف دیگر هم دیروز عملی جیش العدل رو داشتیم که من اینجا باید تاکید کنم که این عملی جیش العدل هیچ ربطی به اعتراضات مردم بلوچ نداره، فقط دست رژیم رو برای سرکوب بازتر کرده. و از اون سمت هم این ستامل باعث شده که رژیم به یه مظلوم نمایی کنه و این نگرانی رو پیش آورده که در روزهای آینده شاهد صدور احکام سنگین برای معترضین باشیم. واکنش مقام های مذهبی منطقه چگونه بوده تا به حال؟ چه شنیدیم از مولوی عبدالحمید؟
مولوی عبدالحمیدی عملو محکوم کرد و خواستار رسیدگی منصفانه و بدون طرفداری شدند و بقیه مقام های مذهبی هم این حرکت رو محکوم کردن و خواستار رسیدگی این موضوعات شدن. این موضوع شدن. خودتون هم بهتر میدونید منابع شخصیت های مذهبی ما تا زمانی که اجازه از مرکز یا از رژیم نگیرن زیاد جبهه‌گیری نمی کنند در مقابل مسائل. اما خوشبختانه در پیرو این مسائل ما دیدیم خیلی از شخصیت های مذهبی که نفوذی در منطقه دارند به یه میزان قابل قبولی نسبت به این فجایع و این جنایت و این بلوچکشی واکنش نشون دادند. ممنونم از شما. مرسی. ممنون. ممنونم از شما فرزین کدخدایی. متشکرم که با این برنامه بودین و آخرین خبرهایی که داشتین رو با ما به اشتراک گذاشتید. من یادآوری می‌کنم که اگه علاقمند هستید به این موضوع، ما در برنامه صفحه دو هفته قبلمون به طور کامل به این موضوع از مواضع مختلف و در واقع نگاه‌های مختلف پرداختیم و یک برنامه کامل به این موضوع اختصاص دادیم. بعضی از کاربران در فضای مجازی حتی معتقد بودند که این کلیپ ساسی مانکن و واکنش‌های گسترده از طرف نهادهای حکومتی به اون برای پوشوندن اتفاقات دیگه از جمله همین اتفاقات سیستان و بلوچستان که درباره‌اش صحبت کردیم. تا به حال تنها چند ثانیه از این کلیپ ویدیویی و آهنگ اون به شکل صوتی منتشر شده. متن آهنگ مثل ترانه قبلی ساسی مانکن که اون هم به طور گسترده در مدارس توسط دانش آموزان خونده میشد و در زمان خودش به داستان خبری بزرگی بدل شد، اشاراتی به مصرف ماریجوانا داره. اونطور که از قرائن برمیاد آهنگ پارودی فیلم ابد و یک روزه که پیشتر هم جملاتی از اون در فرهنگ عامه در سالهای اخیر سر زبانها بوده. این هنرپیشه پرن در این کلیپ چند ثانیه‌ای معرفی نمیشه، اما بخش بزرگی از جامعه ایران با دیدن او رو شناختند. ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر که زیر مجموعه صدا و سیماست، انتشار این موزیک ویدیو رو در رسانه‌های اینترنتی داخلی ممنوع کرده به دلیل اونچه نگرانی خانواده‌ها عنوان کرده. البته که انتشار این ویدیوی موسوم به غیر مجاز اساساً در رسانه‌های داخلی ایران ممکن نبود. واکنش‌ها البته تنها به بخش محافظه‌کار جامعه ایران محدود نمونده، بخش‌های گسترده‌تری از جامعه از زوایای مختلف بهش واکنششون دادن که امروز با مهمانانمون می‌خوایم راجع به همین زوایای مختلف صحبت بکنیم. نازلی کانوری با ماست. خانم کانوری درباره مسئله تابوی سکس در جوامع مختلف تحقیقات زیادی داشتن. حامد فرمند همراه ماست. آقای فرمند فعال حقوق کودکان هستند، در مورد حقوق کودکان روی اینترنت به خصوص تحقیقات زیادی داشتن. اینجا در استودیو همکارم مقصود صالحی با ماست که کار اصلی مقصود در تئاتر بوده، دغدغه خودش هم کارهای فرهنگی و قوانین مربوط به سانسوره، و البته همکار دیگرم پویا قربانی که فضای مجازی رو برای ما ظرف یکی دو روز گذشته رصد کرده، در طول برنامه با ما خواهد بود که در مورد واکنش‌های مختلف به ما بگه. از تو شروع می‌کنیم پویا، اول به ما بگو که در جنبندی کلی چی از این واکنش‌ها، چه دیدی در کل؟ فرناز، داغ‌ترین موضوع این دو سه روز در شبکه‌های اجتماعی همونطور که گفتی این موضوع هست، ویدیوی ساسی مانکن و استفاده از ستاره فیلم‌های پورنوگرافیک الکسیس تگزاس که البته در ایران هم شناخته شده هست. این باعث شده که موضوعات دیگه‌ای که پیش از اون در سطح بود در توییتر به خصوص مثل سراوان حاکیه رونده بشه، موضوعات بسیار گسترده‌ای رو بهش اشاره کردن. به نظر میرسه که آبی شده برای اشاره به نگرانی خانواده ها از محتوایی که در دسترس کودکان هست، از اون طرف اشاره هایی هست به نقش حکومت در سوق دادن افرادی که لزوماً نگرانی امنیتی نداشتن و استفاده از فیلتر شکن جز روال کار روزمره، اما اونها هم به این سمت رفتن و بسیاری واکنش‌ها مطرح داره میشه و این ویدیو هم در همین حال داره همینجور کوردینه. من میگم تیکه تیکه بریم و تیکه تیکه در موردش صحبت بکنیم. اول در مورد همین قضیه واکنش‌ها به اینکه حکومت در واقع چقدر نقش داره در ایجاد چنین وضعی، پویا به ما بگو. نمیدونم چه مشکلی هست، یه مقدارم صدات میلرزه، امیدوارم که بتونی میکروفون رو نزدیک‌تر بیاری بتونیم بیشتر راحت‌تر صدات رو بشنویم. اشاره به نقش حکومت از پرتکرارترین واکنش‌ها هست. عده‌ای از پدر مادرها و همینطور پژوهشگران حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی عنوان می‌کنند که به خصوص بعد از فیلتر شدن تلگرام
همونطور که گفتم عده گسترده تری از افراد نوجوان یا حتی افراد مسن رو آوردن به استفاده از VPN و همینطور مخصوصا بعد از دوران شروع کرونا و همینطور شروع آموزش از راه دور، بسیاری از کودکان پیش از این دسترسی نداشتن به موبایل و تبلت، حالا به خاطر آموزش از راه دور این دسترسی براشون فراهم شده و حالا نقش فیلترینگ، نقش حکومت در سوق دادن اونها به چنین محتوایی دیده میشه. من یه توییت برات بخونم. جادی میگه که توی کشور درست اینترنت سطح‌بندی شده که چیزی که بچه‌ها می‌بینن با اون چیزی که بزرگسالا می‌بینن تفاوت داشته باشه، ولی اینجا چون ما همه بچه حساب میشیم سانسورچی تشخیص میده که چی برام خوبه چی بد. عملا وقتی با وی پی ان از سانسورچی رد میشیم، هممون از دید اینترنت بزرگسال حساب و همه در معرض این محتوا قرار میگیره. ممنونم پویا. به نظر میاد که آقای فرمند این نگرانی جدی شما باید باشه که چه چیزهایی در واقع به دست کودکان میرسه در فضایی که روش هیچ کنترلی هم نیست. درسته از یک منظر، اینکه من همیشه میگم رسانه و دنیای مجازی در قالب کلیش دوستدار کودک نیست. این یک اتفاقی است که حالا میشه راجبش صحبت کرد که حالا یا اون ادعا و نظری که گفته شد در کشورهای دیگر واقعا صحیحه، واقعا آیا دوستدار کودک میشه یا نمیشه، و اگرم بخواد بشه چطور میشه، ولی این اتفاق هست. موضوعات به نظر من مهمتری که اینجا بر به خاطر این حواشی که درست شد و صحبت‌های پیرامون این ویدیو مطرح شد و مطرح چیزهای دیگه ای رو هم به من نشون میده، یکی از اونها این که ما دانش کافی و اون مهارت لازم برای حالا استفاده از دنیای مجازی برای مواجهه با اتفاقاتی که در این دنیا و فضای غیر دوستدار کودک میفته نداریم و ما نداریم. منظورتون کیا هست آقای فرمند؟ آیا مردم فقط در ایران ندارن یا کلن راجب کل بشریت صحبت میکنین؟ به خاطر که به هر حال مسئله اینترنت یک مسئله نسبتاً جدیدی هست، این فضای مجازی که همه دنیا داریم باهاش آشنا میشیم. من یه مقدار متمرکزترم روی خانواده ها به خصوص در ایران و یا خانواده های به خصوص ایرانی. اینکه این موضوع جهان شمول هست درسته، اما خب این طرف ما هم رسانه ها روی این موضوع به صورت جدیتری کار کردن، یعنی فقط در مواقع خطر و آسیب وارد این حوزه ها نشدن، برنامه های جدی آموزشی رو ایجاد کردن. و ما به طور کلیش، حالا من در ادامه سعی میکنم بیشتر فرصت بشه بپردازم، ما یک سیستم حمایت از کودک رو در اینجا شاهدش هستیم. ما متخصصینی که روی موضوع در همون لندن که شما هستید، متخصصین روی حوزه فضای مجازی و تربیت و والدگری کارهای جدی کردن. خب این کمبودها هستش داخل ایران و خانواده ها هم به عقیده من، به خصوص با این فرافکنی که به عقیده من داره اتفاق میفته، اون مسئولیت پذیری لازم درشون نبوده، که در نبود یک سیستم حمایتی کاملی که به خصوص حکومت متولیش باید باشه، اونها چه نقشی رو میتونن متوجه فهمم. اجازه بدید اینجا مقصود رو وارد بکنیم. مقصود این قضیه قانونگذاری برای این داستان. اشاره کردن آقای فرمند در اینجا در همین کشور هم چند سال پیش، من یادم هست که یک بحث خیلی گسترده‌ای بود راجع به این موزیک ویدیوهایی که به هر حال کودکان بهش دسترسی دارن و هم متن موزیک ها هم چیزی که درشون نشون داده میشه. به کجا رسید اون بحث؟ درسته. ببینید، خب بحث کلن محتوای فرهنگی روی اینترنت بحث به نسبت جدیدیه. سازمانی که در این مورد تصمیم میگیره در حال حاضر در انگلیس، که مخففش از BBFC یا British Board of Film Classification، حالا اگر کسانی بخوان اینو پیدا بکنن در اینترنت، این سازمان قدمت بیش از 100 سال داره در زمینه سایر محصولات فرهنگی، به طور مشخص فیلم و سینما. اما از سال 2012 این مسئله مطرح شد که اصلا ورود بکنه به بحث فضای مجازی و اینترنت و به خصوص ویدیو کلیپ ها روی اینترنت، به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه در واقع ریلیس ویدیوها خیلی دیگه فوکوس کرده بودن روی فضای مجازی و یوتیوب، و یکی دیگه اینکه اصلا هدف اصلی این مسئله خانواده ها و بچه های کوچیک هستن.
و اونها اگه شما رو سایت اونها برید اولین صفحه سایت اینو نوشتن که هدف ما بچه‌ها و خانواده‌ها هستن و یه اپلیکیشنی طراحی کردن که شما اگر یک والدین یک بچه بودید میتونید برید اونجا و ببینید که آخرین کلیپ‌هایی که اومده چه ریتینگی رو از این سازمان دریافت کرده. ولی به طور مشخص از همون 2007-8 این مسئله مهم شد و دولت‌ها در آمریکا و در انگلیس و حتما جاهای دیگه‌ای در اروپا در واقع کامیشن کردن افرادی رو که از بحث منتال هلت، سلامت روانی و روانشناسان که به این موضوع بپردازن و بر اساس اون کامیشن و اون تحقیقات اون وقت اومدن این رو وارد به اصطلاح کلاسیفیکیشن و ریتینگ و موفق شدن این کار رو بکنن در نهایت؟ بله موفق شدن که این قوانین رو مدون بکنن و موفق شدن به یه سازوکاری برسن و این سازوکار خیلی مهمه که فقط دولت‌ها و از بالا نباشه، یعنی دولت‌ها باشن، NGO‌ها باشن، روانشناسان باشن، حتی کمپانی‌هایی که این کلیپ‌ها رو می‌سازن باشن، یعنی سه تا کمپانی اصلی یونیورسال، برادران وارنر و سونی نماینده داشتن و به این خاطر راضی شدن که این ریتینگ وجود داره. اما اینکه این ریتینگ قطعاً اجرا میشه، یعنی اگر شما یک کودک مثلا 12 ساله دارید ویدیوهای 15 ساله ها رو نمیبینه صحیح. این بحث دیگریه و ممکنه اصلا اجراش بحثش به خانواده برمیگره. من میخوام خانم کانوری رو اینجا وارد بکنم. خانم کانوری اساسا آیا چنین بحثی که باید کودکان رو خیلی مراقب بود، حالا ما در مورد کودک وقتی صحبت میکنیم یک رنج گسترده ای هست دیگه، در چه سنی چه کودکی میتونه چه چیزهایی رو ببینه، این مسئله اصلی هست اینجا، آیا اساساً این شما باش موافق هستید که باید با دقت برنامه ریزی بشه یا براش قوانینی گذاشته بشه یا به قول دوستانمون ریتینگ داشته باشه که چه کودکی در چه سنی میتونه چی رو ببینه؟ سلام به شما، من متخصص مسائل کودکان نیستم، بیشتر متخصص مسائل جنسی و گرایش جنسی هستم، اما در چالش های مشابهی که با در واقع تخصص من تقاطع داشته، خب مسئله مراقبت کودکان از خشونت به طور ویژه و سپس مسائل که مشمول سکس میشه، یعنی زودتر رسیدن به آگاهی جنسی و سکس، خب در همه جا یه سری ریتینگ سیستما هست ولی با چالش های زیادی روبرو هستن. مثلا تو همین دنیای غرب وقتی که انواع اقسام نرم افزار رو پیش از نرم افزار رو انواع اقسام سیستمای ریتینگ برای فیلم ها، میوزیک ویدیو ها، اینا واقعا موفق بود که به خانواده ها کمک کنه که تصمیم بگیرن که چگونه این محتواها رو در دسترس بچه هاشون بذارن، مثلا باشون برن سینما و تنها نفرستنشون سینما. اما زیاد موفق نبودن در مورد بچه های کنجکاوی که کنجکاو بودن و برن مثلا پیدا بکنن این محتواها رو از طریقی که خانوادهشون نمیدونه و به هر حال کشف و اکتشاف کنن. نمونه مشخصش مثلا رپر امینم که در آمریکا و اروپا همه جا خیلی مشهوره، این مثل همین آقای ساسی ما خیلی حامیان کودک و نوجوان داره، هر وقت هر محتوایی از ایشون میاد یک چالش بزرگ دزد و پلیسی بین خانواده ها و نظام ریتینگ و سینما ها وقتی فیلمش میاد هست که بچه ها برن یا نرن، یعنی به هر حال این یه چالشیه که خانواده ها باش مواجه هست. متوجه. اما بحث دیگه همین بحث خانواده هاست پویا، این زاویهش هم به ما بگو که در واقع آموزش جنسی و بحث این که خب خیلی از خانواده ها من دیدم راجع به این صحبت میکنن که اساسا آموزش جنسی در داخل ایران داده نمیشه، اونایی که خارج از ایران بودن میگفتن انگار که ما وضعیت بهتری داریم، دست کم تو مدارس بخشی از این رو به عهده گرفتن و آموزش میدن. درست، بسیاری خانواده ها همونطور که گفتم در مورد این اظهار نظر کردن، از جمله من رشته توییت زهرا رو دیدم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و گفته بود به عنوان یک مادر دین باور که دغدغه مواجهه فرزند نوجوانش رو داره با محتوای نامناسب سنش، غرب رو مناسب تر میدونم تا زندگی در ایران، از اونجا که اشاره کرده به آموزش های جنسی، به آموزش های روابط اجتماعی و همینطور آموزش مواجهه با محتوا در شبکه های اجتماعی و اینترنت جوری به سبکی که در مدارس دارن آموزش میدن و همینطور اشاره کرده به اینکه شاید برای خیلی غیر قابل باور بوده با توجه به واکنش هایی که به رشته توییت خانم زهرا نشون دادن که پدر و مادر میتونن برای سطح دسترسی کودکانشون برای استفاده از وای فای و اینترنت خانگی محدودیت قائل بشن که چه محتوایی در دسترس اونها قرار بگیره. به هر حال امکاناتی اینجا
شرکت‌های بزرگ و دولت در اختیار پدر مادرها برای اجرای همین درجه بندی که مورد اشاره قرار گرفت گذاشتن که از این ابزارها، از این محدودیت‌ها استفاده کنن برای تصمیم گیری که چه محتوایی در دسترس کودکان و نوجوانان است. متوجهم، در واقع عملیات در دست خانواده قرار میگیره، در بخشی از همون صحبتی که تو کردی مقصود، یعنی فقط حکومت نیست، کسان دیگری در این جریان قرار دارن. ولی من میخوام از خانم کاموری بپرسم، بعد از آقای فرمان. خانم کاموری، این قضیه آموزش جنسی از کی باید شروع بشه؟ به نظر شما اساساً چه نقشی مدرسه داره، چه نقشی خانواده داره، و در نبود آموزش در مدارس چه نقشی خانواده داره؟ نظام‌های آموزشی تعلیم و تربیتی پدگوژیک لیبرال معتقدن آگاهی دادن، حالا اگه بخوایم ساده سازی بکنیم، آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان در سنین مختلف به سطوح مختلف آگاهی‌های جنسی مهمه. مثلا کودکانی که میتونن در معرض آزارهای جنسی قرار بگیرن باید از همون کودکی آگاهی داشته باشن چه چیزی آزار جنسیه، چه چیزی آزار جنسی نیست، چه نوع روابطی ممکنه زنگ خطر باشه که باید اینو اطلاع خانواده برسونن. بنابراین نظام‌های تربیتی لیبرال در خیلی سن کم، مثلا تقریبا در دبستان، آخرهای دبستان اینجا حداقل آغاز می‌کنن که به بچه‌ها یه سری اطلاعات بدن، اطلاعات در مورد خود به اصطلاح رابطه جنسی و اینکه رابطه جنسی سالم چیه، عفونت‌های مقاربتی چیه، چگونه از کاندوم استفاده کنید، اینها رو هم باز به بچه‌ها در سطوح مختلف آموزشی یاد میدن. این مخالفت عظیمی ما داریم در جمهوری اسلامی با یعنی اصلا کودکان و نوجوانان رو مواجه کردن با محتوای جنسی به هر شکلی، نه به هر شکلی، البته اگه بخوایم دقیق باشیم، خودشون اون محتوای جنسی مد نظر خودشون که در ساختار چارچوب ایدئولوژیکشون میگنجه رو درس میدن، از جمله اینکه مثلا نقش مادری رو برای دخترها از خیلی کوچیک مشخص میکنن که شما قرار مادر بشید، چه جور مادری قد بشید، ولی با چه چیزی مخالفن؟ با خود موضوع آموزش جنسی در حوزه رابطه جنسی، خود مسئله سکس. با خود مسئله سکس مواجه هم وقتی میشن، مثلا در این سند 23 اگه خاطرتونه چند سال پیش که میخواستن از طریق یونیسف این سند 23 در واقع چشمانداز 23 رو در ایران پیاده بکنن، چقدر داد و بیداد با اسلاما از طرف حوزه، از طرف علما، از طرف همه، خود آقای خامنه ای مخالفت جدی شده. خطرناکه برای کودکان ما. البته اون سند اسمش 23 هست، 23 اون برنامه‌ای هست که احتمالاً بخشای از این رو فردا درش خواهیم دید. 23 برنامه همه سند، بله سند 23. ولی آقای فرمان، می‌خواستم همین در مورد همین نظرتون رو بپرسم و نقش خانواده‌ها در غیبت سیستم آموزشی که به این مسائل بپردازه چه خواهد؟ من اضافه بکنم به صحبت خانم کاموری، اینکه ما بخشی از گفتگو راجع به مسائل جنسی، حالا شناخت بدن، هویت جنسی و اینها در سنین بالاتری اتفاق میفته، اما نوع برخورد خانواده با کودک در رابطه با اعضای بدنش، حتی میگن از نوزادی زمانی که کودک رو عوض میکنن به این مفهوم رو میرسونن که اونها هستن که اجازه دارن برای امر مشخصی به بدن او دست بزنن یا نگاه بکنن. این کم کم آموزش داده میشه به کودکان، نه برای تابو کردن اجزای بدنش، بلکه دقیقا به همون روی کردی که اشاره شد، بحث آزار جنسی، و بعد هم میره مراحل بالاتر به یک روابط جنسی سال. در رابطه با پرسش شما، من برگردم به اون صحبتی که می‌خواستم بکنم، تکمیل کنم، اینکه ما یک سیستم حمایت از کودک نیاز داریم که داشته باشیم، چیزی که در یونیسف طراحی پیاده و اجرا شده و نشون داده که سیستم پایدار و مؤثری است. اون هم مجموعی از اجزا داره که بخشش قوانین هست، بخشش مقررات، اون چیزی است که حکومت درش نقش داره و به درستی خب برخی انگشت اتهام رو به سمتش میبرن، اما خود خانواده که توانمند باشه و آگاه باشه، خود کودک این آموزش‌ها رو که اشاره کردیم درش نقش پیدا میکنه، اجزای دیگر این سیستم
ما هستیم، حالا به عنوان متخصص، به عنوان فعالان مدنی، فعالان اجتماعی و رسانه ها هستن. کاری که اشاره کردم، اون کاری که الان داریم میکنیم گرچه خیلی مهم و موثره، اما کار پایداری نیست. ما نیاز داریم که به صورت جدیش واردش بشیم. حالا البته من حالا متوجه هستم که من فکر میکنم که حق با شماست، ولی عرض کنم که مثلا بی بی سی در برنامه 37 درجه به طور ویژه در مورد همین قضیه آزار کودکان کار کرده، کلیپ های متعدد ساخته. دقیقا مثال بسیار دقیقی است از همون چیزی که من دارم بهش اشاره میکنم. ما به یک همچون چیزهایی در قالبی که بتونیم به جایی برسیم که ما 5 سال دیگه والدین اگر که اون تعهد خودشون رو قبول بکنن، بپذیرن که در نبود چون این سیستم حمایتی جامعی از جانب حکومت اونها نقش مهمتر و حساستری دارند، بیان و مراجعه بکنن. قبول دارید آقای فرمان، کار سختی هست برای اغلب پدر مادرها در ایران، خیلی پیچیده و سخت هست که بنشونن بچهشون رو و راجع به اینجور چیزها باش حرف بزنن. من خودم بچه نوجوان داشتم، الان البته دیگه جوانی هست، ولی زمانی که نوجوان بود برای من سخت بود، ولی البته من این صحبت‌ها رو داشتم باهاش، برای اینکه به نظر من میومد که حتی با وجود اون صحبت‌هایی که در مدرسه میشد، چون خیلی اینجا اون موقع برای من همین دلنگرانی بود که بچه من آیا به محتوای پرن دسترسی داره یا نه، چون من هیچ راهی واقعا نداشتم که مطمئن باشم داره یا نداره، چون در یه جاهایی ممکن بود دسترسی داشته باشه که من اطلاع باشم، ولی فکر میکردم که باید این اطلاعات بهش داده بشه که اینها واقعی نیست، اینها در واقع اجرای یک واقعیت نیست، اینها بازی هست و تو باید بدونی که در واقعیت این اتفاقا نمیفته. من سعی کردم این رو داشته باشم، ولی خیلی ها براشون سخت هست که چنین چیزی رو به بچه‌هاشون بگن. خیلی کاملا درسته. ما کلا، من پدر نیستم و ولی میبینم، شاهد هستم و میدونم که کلا والدگری مشکله، اما اون چیزی که مسئله است روان و آینده کودک ما هست و اینکه به هر حال باید واردش بشیم. ما راجع به موضوعات مختلف همین موضوع هست، اینکه ما فکر کنیم که کودکان از یه چیزهایی تحت تاثیر قرار نمیگیرن یا آسیب بهشون نمیرسه. خب این خطاست. ما در مورد کلن اخبار و تراماها این مسئله رو داریم. در مورد مسئله جنسی که به خصوص یه بخش سخت دیگرش تابو بودن هست، یه بخش سخت دیگرش آموزش ندیدن خودمون هست. ما در مورد محیط زیست این مسئله رو داریم، خودمون بعضا آموزش ندیدیم که چطور از محیط زیست حفاظت بکنیم و در مورد کودکانمون هم همین مسئله و چالش رو داریم. در واقع اصل موضوع این هست که سرمون مثل کپ زیر برف نکنیم که فکر کنیم که اتفاق نمیفته. مقصود می‌خواستی چیزی بگی؟ من می‌خواستم بگم که ما حالا در واقع این بحث‌هایی که می‌کنیم بحث‌های لازمی هست در برخورد با این پدیده، این کلیپ، به دلیل اینکه این فرض رو می‌گیریم که به هر حال نگرانی که در شبکه‌های اجتماعی بارها اومده، بخش زیادی از مخاطبان ساسیمانکن افراد به اصطلاح آندر ایج و سن‌های پایین هستند، کم سن و سال هستند و ممکنه که حضور این بازیگر فیلم‌های پرن اونها رو به این ارجاع ببره، کنجکاوتر کنه و حالا باید چجوری با این مسئله برخورد کرد. اما یه قدم عقب‌ترم به نظر من، یعنی یکی از اضلاع همین شکلی هست که ترسیم می‌کنند خانواده‌ها، نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، سیستم‌های ریتینگ. یه مسئله دیگه‌ای که هست و در این کلیپ ما اونو نمی‌بینیم و اینم یک آسیب‌شناسی لازم داره، این است که ببینید صنعت موسیقی که این کلیپ ازش میاد بیرون، صنعت موسیقی فارسی زبان خیلی وضعیت بدی داره، برای اینکه این صنعت هیچ اقتصاد سالمی نداره. آدم‌ها با توانایی‌های مختلف، با استعدادهای مختلف بالا، بسیار بالا، نمیتونن ارتزاق کنن، نمیتونن تو این صنعت جاشون رو پیدا بکنن. و یک ذره دیگه این قضیه اینه که اون وقت این صنعت بیماریه، به این معنی که در تمام صنایع موسیقی دنیا که صنایع پرمخاطبی هستن، یک جور چکس اند بالانسز، یک جور نظارت‌های خود صنعت وجود داره. یعنی تهیه کننده موسیقی آگاه که این پاپستارها یک لشکری از تهیه کننده و پی آر و اینا دارن، متوجه این موضوع هست که خب این خواننده رنج سنی طرفدارانش چی هست، پس حالا چجور باید کار کنه، چجوری باید برخورد بکنه با این موضوع. باز برمیگردیم مقصود به همون بحثی که تو پیش از این هم گفتی، چون ما یک سیستم نظاممندی برای این جور نظارت ها نداریم و
خیلی در واقع سیستم بسته سانسور داریم. من حالا میخوام دوباره برگردم به پویا و ازش این رو بپرسم که ببینم واکنش ها چی بوده. ولی من یادم هست که بعضی از نویسنده ها کتابشون میرفت به ارشاد و میگفتن کلمات بسیار یعنی واقعا خندداری، مثلا اسم طرف رون بود، میگفتن که نمیتونی اینو به کار ببری در متن کتابت، چون این ممکنه که یک چیزی رو تداعی بکنه. چه واکنش هایی راجع به اینجور سانسور بوده که دیدیم توی فضای مجازی؟ من چند تاشون رو خودم دیدم. چه واکنش هایی بوده پویا؟ ببین، اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در برخورد سلبی با هنرمندایی که مستقل بودن، هنرمندایی که تونسته بودن امضای خودشون رو در فرهنگ ایران بذارن، مثل بهرام بیضایی، مثل خواننده‌های دیگه‌ای که به حاشیه رونده شدن در این چند روز گذشته، اسم اونها رو ما داریم دوباره میشنویم. اما نکته دیگه هم که هست اینه که در کنار اینکه بعضی‌ها متصورن یک نقش مسئولیت اجتماعی برای سیاسی، از اون برم کسایی هستن که میگن او هیچ وقت داعیه این رو نداشته که مجری برنامه کودکه یا مثلا عمو کورنگه. اشاره میکنن که اون خواننده پارتی و مهمونیه و در کار خودش هم نشون میده که موفق، بازارش رو میشناسه. اما اشاره ای که هست اینه که بزرگسالا هم حالا حق دارن که انتخاب کنن که اگر در نظر بگیریم که سیاسی خواننده کودکان نیست، بزرگسالان حق دارن نوع سرگرمیشون استفاده کنن و از این سرگرمی ها ممکنه یکیش هم حتی تماشای پورن باشه. به این مسائل اشاره شده، ولی وقتی برمیگردیم به اشاراتی که ساسی در کلیپش به استعمال مواد مخدر و همینطور اشاره هایی که به جنسیت زن هستش، بعد این وقت اونو در دابسمش هایی که بعد از این بسیار پرتعداد دیدیم، اون وقت یه سری دوباره توجه ها رو به نقش کودکان و در پروموت کردن و تبلیغ کردن این اثر باز کرد. اشاره جالبی کردی، در واقع همین بلافاصله در واقع در ساعت‌های اولیه یک ویدیوی پخش شد که اون هم خیلی واکنش داشت. آقای فرمند، یک کودک خیلی کم سن و سالی داره وانمود میکنه که داره جوینت مصرف میکنه و پدر مادر این فیلم رو گرفتن و در اختیار ساسی مانکن گذاشتن، ظاهرا اون هم با بازنشرش کرده. برای من جالبه که چقدر واقعا این حساسیت ها وجود داره در جامعه ایرانی که داره استفاده میکنه از اینترنت. متاسفانه این از اون مواردی است که ما همچنان شاهد هستیم، هرچند که من حالا خوشبینانه نگاه میکنم که طی سالهای اخیر این آگاهی به نسبت بالاتر رفته. حداقل حالا خودم به عنوان فعال حقوق بوده که در رسانه ها مجازی فعالیتی دارم، میزان کسانی که واکنش منفی نشون میدن به چنین اتفاقاتی بیشتر هست. اما همچنان خب ما چون این موضوع رو میبینیم، برخلاف کسانی که بلافاصله بعد از خود این ویدیوی ساسی واکنش نشون دادن و بعضا ما فعالان حقوق کودک رو خطاب گرفتن که بر طبق پیمان نامه یا هر قواعد دیگری واکنش نشون بدید، خود اون ویدیو ممکنه از منظر حقوق زنان یا موضوعات اجتماعی نقدهایی بهش وارد باشه و حتی بشه صد جدی باش نسبت بهش برخورد کرد. اما حوزه حقوق کودک هیچ آسیبی رو نمیزد. این اتفاقها نشون میده در حقیقت که ما چطور کودکانمون دسترسی به یک همچین آموزش هایی دارن که کودک بدون چطور مواد مخدر مثلا مصرف میشه، نمیدونم بعد فیلمش گرفته بشه، فیلم پخش بشه به این شکل مشخص، که خب از این منظر البته میشه خود آقای ساسی رو هم مسئول دونست. اما به هر حال اون بخش چطور اول چطور میشه آقای ساسی رو مسئول دونست؟ به نظر میومد که یعنی برای من شخص من مسئله مهم بود که خانواده این فیلم رو گرفته، خود بچه 5 ساله که این فیلم رو نگرفته. من بذارید نظر خانم کانوری بشنوم. میگم اخ کردین خانم کانوری، به نظر میاد که موافق نبودید با این بخش. ببین، من مقدار یه لایه دیگه از داستان رو من میخوام بهش توجه بکنیم که حتی در این برنامه همین الان یه مقداری حاکمه. در ضمن این که نگرانی برای کودکان از هر لحاظ به هر حال کاری که باید انجام بده، جامعه بزرگسال مسئول نگهداری از مراقبت از کودکان هستش، ولی به نظر من میاد که یه لایه از نگرانی عمومی و یه محافظه‌کاری فرهنگی وجود داره که از لنز این که از زاویه این که وای کودکانا داره کلن این محتوا رو
بررسی میکنه به عنوان یک چیز خطرناک. خب که مثلا میگن که آقای ساسی همین برنامه اینطوری شروع شد که آقای ساسی ممکن از یک ستاره پرن استفاده کرده. این استفاده کرده انگار ستاره پرن هم مثلا یه چیزی مثل علفه که استفاده. خب میخوام یه کارگری هستش که کارگر جنسی هستش، پول میگیره، شغلشه، عملیات داره، میدونی همه اینا لایه‌هایی که ما داریم توجه نمی‌کنیم. و بعد می‌بینم که این در واقع فریاد وا کودک‌ها با اومدن این مسئله یک ستاره پرن در یک ویدئو یه مقدار مربوط به همون اگه بزنیم تو گیومه هیستریایی که ما هممون در مورد مسئله سکس داریم و محتوایی که سکس آلوده. و خب به هر حال این باید ریشه یابی بشه که چطوره که یه جامعه، چون ببینید همین نگاه کن از روزی که من یادمه که موزیک لس آنجلسی تولید میشد، آقای شمعی‌زاده، جمیله دور شمعی‌زاده میرقصید، لباس برهنه هم تنش بود، تمام موزیک ویدیوهای ایرانی باز تولید این ژانر یه مرد وامسته اون وسط دورش زنی میرقصه است ها با اداهای سکسی در میاره. بنابراین چه تفاوتی داره که یهویی الان ساسی اومده و این محتوا رو تولید کرده؟ همینه، چه فرقی داره؟ چون دقیقا این خانم اصلا اعلام نمیکنه که من چه کاره بودم قبلا یا اصلا سابقه شو من نمیگه. چرا برای همه اینقدر این الان مهم است که ایشون چه کاره بوده؟ از خود من اگه میپرسید، خب من تئوری خودم رو دارم. من معتقدم مسئله سکس در جامعه ما خیلی تنظیماتی کنترل شده، تبدیل شده به یه بحرانی که مدام هم حکومت در حال تنظیمش بوده، پیش از حکومت کتب روانشناسی در حال تنظیمش بودن، در قرن 19 که وارد شده این دیسکورس روانشناسی وارد ایران، خیلی روش تاریخ نگاری کردن، مثل مثلا سایروس شاعر، نمیدونم جانت آفاری، اینا رو این کار کردن که وقتی که کتاب روانشناسی اومد از دورانی که در دوران اروپایی معروف به دوران ویکتوریان که خیلی نگرانی وجود داشتش از آلودگی سکس، که سکس بیاد اراده انسان رو تحت تاثیر قرار بده، سکس بیاد ما رو بیمار کنه، سکس بیاد آلودگی‌های عفونت‌های مغاربتی ایجاد بکنه. خب این از اون دوران وارد ادبیات فارسی راجبه وارد سایکی ما رو، وارد ذهن ما شده و بعد در دوران جمهوری اسلامی باز تبدیل لایه‌های فرهنگ محافظه‌کار شیعی وارد شده و اون رو تبدیل کرده به اینکه خب حالا با همین سیستم بریم زنها رو تربیت کنیم به عنوان اینکه دخترانی بشن برای همسرانم خوبی باشن، نمیدونم بشه همسرانشون خدمات جنسی بدن به کسی دیگه نده و نمیدونم مادران خوبی باشن. خب اینا تنظیمات رگولاتوریه ها. خب برای همین الان ما هم داریم راجع به سکس صحبت میکنیم تو این برنامه، ما داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم، یه پرنستار اومده مردم رو دوچار هیستریا کرده که وای یه چیزی این برن بچه ها جستجو کنن به پرن برسن، ما چیکار کنیم؟ ولی در مورد سکس صحبت نمیکنیم، یعنی اون قسمت رو دور میزنیم و میایم میریم سر مسئله کودکان و چیزای دیگه. چرا؟ چون که واقعا میدونی در این جامعه ایرانی که هممون میدونیم و گواه آمارای گوگل مدام در حال جستجوی سکس در اینترنت، مدام در حال جستجوی پرنه، برای من خیلی جالبه که یک اخلاق مندی هم وجود داره که بیایم این رو کتمان کنیم. درسته بچه ها رو باید مراقبت کرد، بچه ها نباید به محتوای سکس آلود زود میدونی، یعنی نمیشه اینا رو به هر حال کارش شده روش تو روزه حوزه حقوق کودک، حوزه مهمیه برای مراقبت از کودکانه، ولی اینجا ماجرا فقط حقوق کودک به نظر من نیست، بلکه حقوق کودک بهانه‌ای شده برای بیان یه عالم از نگرانیایی که ما در مورد موضوع سکس داریم. خیلی اشاره جالبی کردید خانم کامبی. برای اینکه دیروز، حالا نمیدونم الان شاید خیلی ها کلاب هاوس رو نشناسن، کلاب هاوس یک اپلیکیشن جدید هست که بیشتر با صدا کار میکنه، آدم ها در اتاق های مختلفی هم صحبت میکنن. در یک اتاق راجع به این مسئله صحبت بود و یک نفر که از داخل ایران بود و آدم شناخته شده هم هست اومد گفت که مسئله عمده که من دور و بر خودم میبینم اینه که برای بسیار از پدر مادرهای دور و بر من نگرانی اینه که این تابوها داره شکسته میشه و اینا هیچ کاری براش نمیتونن بکنن. مقصود میخواستی چیزی بگی؟ بگو. اگر من یه نکته ای که به طور کلی میخوام بگم، حالا راجع به حرفای خانم کانوری هم مصداق پیدا میکنه. ببینین ما داریم درباره تاثیر این کلیپ از موسیقی ایرانی و زبان فارسی برای ترانه و در جامعه ایران حرف میزنیم، درسته این حوزه بحث ماست، ولی فراموش نکنیم که این مسئله نگرانی های نسبتاً مشابهی رو حالا با شدت و ضعف در تمام دنیا میاره، همون بحثی که اول کردیم. یعنی شما فرض کنید که یه خواننده امریکایی با یه پرنستار یه کلیپی درست میکنه که 10-15 تام از اینا هست. اتفاقا حالا من یه نکته جالب برای شما بگم، یکی از پرنستارهایی که در این کلیپ ها بازی میکنه مثلا با امینم یه کلیپ داره، به چندین کلیپ، یک پرنستاری به اسم تاشا گری،
برای اینکه من به شما بگم که نه نگو الان میگن اینم گفتید میرن سرچ میکنن بچه‌ها بیشتر با یکی دیگه ماشنا خواب باشن خواب نیستن مشکل خودشون میگن که در ایران این کلیپو داشتن میدیدن یه آقای به پسرش میگه این کیه میگن این پسر میگه این الکسیس تگزاس آقا میگه اونو میشناسم اون خواننده کیه به هر حال این به عنوان یه مثال برای شما میگم که چقدر این نگرانی ها جهانیه و ما اینو فقط تو این حوزه نیاریم که مشکلات فرهنگی ماست. ببینید یکی از این پرنستارا ساشا گری که در کلیپ ها بازی میکنه چندین سال پیش من به عنوان عضو بریتیش فیلم اینستیتوت که حالا هر کسی میتونه بره عضو شه که این مسئله به نمایش اولین نمایش فیلم استیون سودربرگ که یک کارگردان برنده جشنواره کن هست رفتم اونجا بدون اینکه فیلمو بشناسم برای اینکه فقط این نمایش افتتاحیه بود و میگفتن بازیگران فیلم قراره بیان صحبت کنن با علاقمندی رفتم و من این پرنستار رو نمیشناختم. بعد از اینکه فیلم تمام شد و بازیگر فیلم اومد که فیلم هم به حال راجع به روابط جنسی خاصی هست و اینها افرادی که در اونجا بودن و میشه حد زد که از الیت لندن بودن یعنی انگلیسی معمولی نبودن الیت بودن و در لندن هم بودن این براشون یه شوک بود که بازیگر اصلی پرنستاره و حتی یکی اونجا برگشت بلند شد از کسانی که اعضای یعنی عضو بود در بی اف آی برای فیلم دیدن و اینقدر براش فیلم مسئله بود از این خانم پرسید که تو خجالت نمیکشی این فیلم ها رو بازی میکنی؟ آیا روت میشه با پدر مادر تمینا رو ببینی؟ اگه یکی از بچه های فامیلت این فیلم ها رو ببینه چی؟ یعنی میخوام بگم این حساسیت ها فقط به فرهنگ ما محدود نیست. آره یه سایکی ایرانی خیلی عجیبی وجود اگر چه خاصه ولی بیشتر نیست طبعا بیشتره به هر ما جامعه دینی هستیم در قطر، در امارات، در لبنان داستان‌های مشابهی با کلیپ‌های خوانندگان زن وجود داشته. این یه مسئله فرهنگی هست ولی این که ما فکر کنیم من اینو در توییت‌ها به خصوص زیاد دیدم. ببینید یک قطبی وجود داره در مقابل قرائت رسمی که محکوم می‌کنه اینو توطئه جهانی می‌دونه، می‌خواد آدم‌ها رو بگیره فلان. یک قطبی وجود داره که میگه که آقا لیبرالیسم و چندگانگی فرهنگی و صداها همه باید حضور داشته باشن مثل غرب و ما هم باید اونجوری بشیم. این حرف بدی نمیتونیم بگیم هستی چی ولی باید این تبصره هاش هم دید که بله این نگرانی ها در غرب هم وجود داره، نظارت هم وجود داره، صنعت هم خودش میفهمه که باید یه سری کاری رو نکنه میدونید. ولی بله یعنی ما سایکی یعنی میگه این بیدر و پیکری که ما الان شاهدش هستیم در ایران که از یک طرف حکومت سانسور خیلی خیلی جدی و گسترده‌ای روی همه محصولات فرهنگی داره، از طرف دیگه بچه‌ها در سنین خیلی پایین به خاطر این وضعیتی که الان هست و وی پی ان و فلان اینا دسترسی دارن به یک سری اطلاعات یا یک سری تولیداتی که نمیبایست دسترسی پیدا می‌کردن. می‌خوام نظر شما رو بدونم آقای فرمند راجع به همین داستان. فکر می‌کنید اساساً آیا قابل اجرا هست که یک سری نهادهایی از طرف خود خانواده ها راهکار اگه بخوایم بدیم به خانواده ها راهی پیدا بکنن برای اینکه بتونن از بچه هاشون مراقبت کنن در قبال چنین چیزی که ممکنه نگرانشون بکنه؟ من اگه بخوام با یه همچین راهکاری پیشنهاد بدم ترجیح میدم پیشنهاد بدم که حکومت رو وادار بکنن به تعهدات بین المللی از جمله سند بی سی برگرده. بهشون پیشنهاد بدم حساسیتشون رو و اون تابویی که خانم کامبریم اشاره کردن رو نسبت به مقوله سکس پایین بیارن و اجازه بدن فعالان و آموزشگران و مربیانی که به صورت داوطلبانه و خودشون به نحوهای مختلف تلاش کردن در کلاس‌های درسی این موضوعات رو مطرح بکنن پایین بیارن و به اونها اجازه عمل بدن به جای اینکه اونها رو گزارش بدن و جلوی فعالیتشون رو بگیرن. بهشون پیشنهاد میدم که سطح مطالعه خودشون رو بالا ببرن و حکومت رو به نحوی در مقابل این شرایطی قرار ندن که احساس بکنه بتونه از این فرصت استفاده بکنه که جامعه میطلبه یا نمیطلبه، یعنی محدودیت ها رو به خاطر این بیشتر بکنه و از اون بخواد استفاده بکنه. متوجهم. یه بحث دیگه که باز خیلی مطرح بود و من این ورانور خیلی میشیدم این که ساسی فرهنگ فاخر ایرانی رو داره نابود میکنه. خیلی خیلی الان من خیلی جدی اینو میشیدم که خیلی ها میگفتن. اول میخوام ببینم پویا تو هم دیدی این مشابه این حرف ها رو؟ ببین بعد از اینکه این ویدیو پخش شد و همونطور که گفتم الان بیشتر از 13 میلیون بار که دیده شده بسیاری ارجاعات دادن به فرهنگ ما، اینکه ساسی فرهنگ ما رو و اختزاعات اون رو نادیده گرفته و
اون بسیاری اشاره کرده بودن به باز آفرینی این نقش سمیه، که سمیه سمبل چه چیزهایی در فیلم ابد یک روز بوده، بحث فقر و یه جور دهنکجی دونسته بودن اینا. اما از اون طرف هم یه سری کاربرایی که حالا میشه گفت نزدیک به جناح حاکم در جمهوری اسلامی هستن، این موضوع رو بهانه قرار داده بودن برای اینکه آره ساسی حمله کرده به فرهنگ ما و جهرمی چرا وایستاده، چرا کاری نمیکنه. یعنی از اون طرف هم عده‌ای این رو بهانه کردن برای اینکه به زعم برخی از مخالفان اونها بر طبل فیلترینگ بیشتر بگه. من میدونم مخصوص تو راجع به این قضیه ابد و یک روز صحبت داشتی. این مسئله یه نکته که نادیده گرفته میشه به خاطر اون مسئله پرنستار اصلی این است که به هر حال این پارودی اون فیلمو داره میسازه. اولین چیزی که باز همون مسئله مربوط به صنعت که نادیده گرفته میشه مطرحه اینه که خب پارودی طبق قوانین کپی رایت مجازه، یعنی شما میتونید از یک اثر هنری دیگه، اول ممکنه خیلی اون ندونم پارودی چیه، کوتاه توضیح بده. در واقع پارودی یا پستیش که ذیل این قانون میگنجه به نوعی تقلید کمیک یا انتقادی یک اثر هنری دیگه هست. شما با این تقلید از مثلا تکه‌ای از نثر دونکی شد میخواهید یک نقدی به اون نگاه و اون اندیشه وارد بکنید. مثلا البته خود دونکی شد بزرگترین پارودی است، ولی این میتونه از کپی رایت معاف بشه به شرطی که فیر دیل داشته باشه، یعنی رابطش با اون اثر اصلی به طور منصفانه ای برقرار بشه. حالا این منصفانه رو در دادگاه باید اثبات کرد. اگر یک صنعت درستی بود باید به این نکته توجه میکرد. یعنی الان سازندگان فیلم ابدیت و یک روز میتونن برن به دادگاه شکایت کنن و ببینن که آره آیا این فیر دیل درباره پارودی کردن اون فیلم رعایت شده یا نه. درست. البته هنوز در نیامده کل اون میوزیک ویدیو که ببینیم که واقعا چه کرده باشه. نکته اخلاقی مثلا در اینجا مهمه. این کسی که این ویدیو رو ساخته من نمیدونم توجه کرده یا نه که به هر حال ما نقش خواهر و برادر داریم تو این فیلم و الان نقش خواهر و برادره که تبدیل به خواننده و این رقصنده شده. بنابراین این هم میتونه مسئله ساز باشه. من میخوام نظر، وقت کمی داریم، یک نفر یک دو سه دقیقه بهتون میرسه. خانم کانوری شما نظرتون راجع به این داستان فرهنگ فاخر و اینها بفرمایید. من خیلی دوستم بعدم با این همکار شما که صحبت میکنه صحبت کنم، چون برای من خیلی جالبه که چیزایی که ایشون میگن معمولا این لایه‌های ذهنی پنهانیه که از دل این نگرانی‌ها در مورد سکس و زنای با محارم و اینا در میاد، که اتفاقا پره تو داستانای سکسی ایرانی که آنلاین منتشر میشه ببینید، میبینید بیشتر دغدغه‌های یا فانتزی‌های جنسی ایرانی تو این حوزه زنای با محارمه. و از طرفی این آقای ساسی اینو برداشته، میتونی فرهنگ درونیش رو خیلی خوب میشناسه، یک تیکه هایی که به نظرش اوسیانگریه و داره یه توگوشی میزنه به طبقه روشنفکر که بهش میگن مبتذل، یه توگوشی میزنه به طبقه حاکم که براش قوانین این که چه سکسی پذیرفته است چه سکسی پذیرفته نیست و گذاشتن، خیلی خوب اینا رو کنار هم میشینه و خب مردم رو دوچار نگرانی میکنه. من یه نگاه کردم برای پژوهش در مورد این برنامه که بودم، ساسی 200 تا شکاف ایجاد کرده تو جامعه ایرانی. از اون ور حزب الله یا نگرانم به جهرمی کشتک درست کردن، جهرمی ساسی میگن بیا اینترنتو بیشتر سانسور کن ما داره آلوده میشه محیط زیستم. پدر مادرها نگرانن که وضعیت بچه‌مون چی میشه. یکی مانند همکار شما نگران اینه که این فیلمی که مرز کن در مورد اعتیاد و نقش خواهری و روابط احساسی و این حرفا بوده چرا کشیده شده به این ابتذال جنسی که این سمیه نرو رو تبدیل کرده به یه رابطه جنسی انگار با خواهرش. بنابراین ما داریم راجع به یک جور اوسیان طرفیم، اوسیانایی که حتی تو شعرهایی که ساسی استفاده میکنه که همه بهش میگن مبتذل، اینا قطع است ها، یعنی که هیچ مفهوم کلی نداره. یهو میگه سمیه نرو، ولی همه میدونن این سمیه نرو یعنی چی. توی کف خیابون ها از فردا همه تو کف خیابون رو میافتن به هم میگن سمیه نرو. بنابراین قبلا هم میگفتن اون یه و ژانر شده بود، ولی ساسی لایه دیگه از ژانر بیانی، ژانر بیانی تو کف خیابون ایجاد شده برای این هنرمند و اونو برداشته و بهش اضافه کرده. و خب ما راجع به یه دوگانه های قدرت داریم صحبت میکنیم، درست مثل اون روشنفکرای که رفتن در الیت لندن به فرض کن پرنستار گفتن تو چرا این کارو میکنی، رابطه قدرت و اوسیان این بچه‌هایی که فرض کن ساسی مخاطبشون یا خود ساسی نسبت به این طبقه روشنفکر، طبقه حاکم، قوانینش و بعد
کوبیدن اینا که شما مبتذلید. این روابط قدرت زبانی در ژانر بیانی باید در نظر گرفته بشه. اگه میخوای مقصود پاسخی بدی کوتاه. والا من پاسخی درباره اینکه فانتزی های سکسی من چیه یا فرهنگ ایرانی چیه که طبعا نمیتونم بدم. ولی من مجموعه تعابیر و تفاسیری که میشه از این کلیپ کرد و روی ذهن مخاطب تأثیر میتونه بذاره رو به عنوان یک گزارشگر این موضوع گفتم. بله. من نگفتم که حتما این یعنی بله. آن متفرد. بعدش هم این که من گفتم نگرانی اون کسی که از این مسائل میتونه نگران بشه رو نباید به عنوان اینکه این عقب ماندگی ذهن ایرانی است برگزار کرد. برای اینکه در همه جای دنیا این هست، پس ایرانی بودن قضیه میتونه زیر سوال بره. دو اینکه این مسئله انتخابه، یعنی شما میخواهید که این انتخاب رو بچه شما در چه سنی داشته باشه که به اون چیزهایی که حالا عقب ماندگی جلو ماندگی بپردازه، از چه مجرایی داشته باشه، از مجرای ساسی یا از مجرای دیگری. ولی فارغ از همه بحثایی که اینجا امشب کردیم، بحث یک در واقع توافق تجاری بین ساسی و این خانم، هر دوشون به نظر میرسه که خیلی موفق بودن. ظرف دو سه روز گذشته فالوورای هر دو خیلی افزایش پیدا کرده روی اینستاگرام، خیلی حتما بارها بارها الان پویا گفت 13 میلیون دیده شده. آقای فرمان، اساسا شما اگه کوتاه بگید، هیچ مسئولیتی برای ساسی مانکن قائل هستید برای اینکه تولیدش باید حتما تولید که در واقع قصد تجاری داره باید حتما طوری باشه که اخلاقیاتی رو که مد نظر هست، حالا اینم تعاریف متفاوت و متنوعی داره، در نظر بگیره؟ در این مورد خاص، این اتفاق مشخصی که داریم الان راجبش صحبت میکنیم، ابدا، یعنی من اساسا چیزی نمیرم جایی که بخوایم بهش بپردازیم. اما اون زمانی که میرسه به مثلا اون پخش اون ویدیویی که گرچه خانواده گرفته اما او هم بازپخشش میکنه و قطعا به خاطر اون بازپخش خیلی هم بیشتر دیده میشه، من حالا اینکه اون چقدر مسئولیت رو قبول میکنه یک بخششه، اما اگر حمله بشه، حمله منظورم انتقاد تند و به مسئولیت وادار کردنش بشه، کاملا موافقم، به خاطر اینکه هنرمندها هم باید بدونن که یه جاهایی مسئولیت داره. من با مسئولیت اجتماعی خیلی توافقی ندارم، چون نمیشه از هر هنرمندی انتظار داشت توی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعالیتی بکنه. اما قطعا جایی که آدم فکر میکنه اگر مثلا حرف سکسیستی میزنن، اگر رفتاری میکنن که خلاف حقوق یک گوشه ای از افراد، حالا اقلیت‌های دینی، قومی یا مثلا کودکان هست، قطعا باید مورد نقد قرار بگیرن، پاسخگوشون کرد. اونایشون که بیشتر مسئولیت پذیرن قطعا تو مسیر دقیقتری فعالیت میکنن، بقیهشون هم بدونن که جامعه مراقب هست. ممنونم. اگه خیلی کوتاه خانم کانوری، این رو بگید با یه نگاهی به اینکه به استفاده از بدن زن و اینها که اون هم دیدم مطرح شده، وقت نداریم، خیلی کوتاه اگه بگید. یه چیزی که مشکلی که داشتم با این ویدیو وقتی دیگه دیدم، باز دوباره این باز تولید زنی که دور مرد باید بگرده برقصه، و اینکه خب واقعا این تولیدات فرهنگی ما کجا قرار قدرت اثری داشته باشه در قدرت بخشی برای دختران نوجوان ما. تو فیلم های دیگه، تو ویدیوی دکتر ساسی مثلا میگه همتون قرار داف بشید و ریل بزنید. میدونید این نقش دوباره باز تولید همون چیزیه که طبقه حاکم یه عمر زنها رو تبدیل کرده به در واقع کسانی که قرار سرویس های جنسی به همسرانشون بدن و مادری کنن. یه ذره من با اینش مشکل داشتم، اما خب به هر حال این یه ژانر هنریه، هنرمند هستش که این ژانر بیانی رو مشخص میکنه چیه. من در واقع قصدم اصلا به هیچ وجه سانسور هنرمند نیست، ولی دوست داشتم به هر حال حداقل در بین هنرمندان زن بیشتر ببینم که نقشه قدرت بخشی به دختران جوان و زنان جوان. ممنونم از شما خانم کانوری، آقای فرمند، همکارانم مقصود و پویا اینجا با ما، و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه ما همراه بودید. اگر علاقمند هستید میتونید به صورت صوتی این برنامه رو بشنوید روی اپلیکیشن های پادکست و همینطور روی تلگرام. روی یوتیوب هم میتونید مجددا کل برنامه رو تماشا بکنید. شب و روزتون خوش. ممنونم که با ما همراه بودید.